بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تقدیم به روح مقدس و مطهر ثامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری هدیه فرمایید. یکی از دعاهایی که فراوان آمده از جمله در دعای کمیل در آغاز و در پایان این دعا میخوانیم اللهم اینی اتقرب الیک به ذکرک. خدایا من به دنبال تقرب به درگاه تو هستم با یاد تو با ذکر تو. در پایان دعا هم بعد از اون همه راز و نیاز و مناجات میخوانیم حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک تا میرسد به این فراز اشتاق الی قرب کف المشتاقین ادنو و منک دنو المخلصین. خدایا همه این دعاها برای این است که ما وسیلهی برای تقرب به درگاه تو پیدا کنیم. بحثی که امشب تقدیم میکنم این است که راههای تقرب پروردگار چیه؟ در روایات اهل بیت در کلمات اهل بیت علیهم السلام چندین راه ذکر شده. راه اول در روایات فراوانی آمده است ترک گناه. در یه روایت نورانی امام صادق سلام الله علیه این چنین روایت کردند که خداوند متعال خطاب به حضرت موسی دارد یا موسی ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی. هیچ کسی به من تقرب پیدا نکرد با مگر اینکه وسیله‌ای مثل ورع و ترک گناه. یه داستانی است کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام. عزیزان عنایت کنید، گفت اینی غلیل العمل غلیل الصیام. گفت من خودم رو معرفی کنم، من خیلی اهل اعمال مستحبی نیستم، بگم نماز شب میخوانم، بگم روزه های مستحبی میگیرم، نه اینجوری نیست، هم واجباتم رو انجام میدم. اینی غلیل العمل غلیل الصیام لکنی لا آکل الا حلالم، ولی خیلی مقیدم که حرام تو زندگی من نیاد، لقمه حرام در زندگی من جایی نداره. اعمال مستحب انجام نمیدم، موفق به مستحبات نیستم. نماز مستحبی، روزه مستحبی، نماز شب، نوافل، نه اینا رو ندارم، ولی خیلی مقیدم لا آکل الا حلالن، لقمه من لقمه حلاله، سر سفره من لقمه حلال میاد، خیلی مواظبم. خیلی جالبه، حضرت بهش فرمود تو چرا میگی من قلیل العملم اعمال من کمه؟ مگر نمیدانی افضل العبادت، تو بالاترین عبادت رو داری انجام میدی. بالاترین عبادت این است که انسان، حضرت فرمود عفت و بطن و فرج، این که انسان شکم رو از گناه از حرام به دور بدارد، این که از شهوترانی های حرام فاصله بگیرد. فرمود تو نگو قلیل العمل، تو افضل العباده رو دارید انجام میدید.
ببینید عزیزان من، زائرین، مجاورین بارگاه ملکوت امام رضا علیه السلام، همه ما دنبال راه‌های تقربیم. اولین وسیله تقرب ترک گناهه. جالبه من باز یه داستان دیگری بگم، چون گاهی آدم میبینه گوشه و کنار، بعضی از ماها مستحبات رو خوب انجام میدیم اما در زمینه ترک گناه، حرام خاری ها کوتاهی میکنیم، انجام واجبات کوتاهی میکنیم. در داستان دیگری هست، کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یه سلسله سوالاتی آماده کردم از شما بپرسم، چند تا مسئله دارم از شما بپرسم. خیلی جالب این داستان. حضرت فرمودن سوال کن. گفت آقا آیا اشکالی داره اشرب و به نفس واحد، من یه لیوان آب که می نوشم، خب می دونید مستحب در حالات رسول خدا هست، حضرت یه لیوان آب رو سه جرعه سه مرتبه می نوشیدن، نوش جان می کردن. گفت آقا اشکالی داره من یه مرتبه یه لیوان آب رو بنوشم، رعایت این ادب مستحب رو نکنم، یه لیوان آب رو یه نفس؟ حضرت فرمودن انشئت، دلت می خواد حالا یه نفس بنوش، این ادب مستحبی رو رعایت نکن. گفت سوال دوم دارم، اشرب و انا قائمون، می دانید در آداب شرب ما نوشیدن آب هست، خوب آدم شب نشسته آب بنوشه. گفت ابن رسول الله اشکالی داره من میخوام شب ایستاده آب بنوشم. حضرت فرمودن انشئت، حالا دلت میخواد این کارو بکن، یه مستحب دیگه، مستحب و ترکش کن، عیبی نداره. گفت آقا من سوال دیگری دارم، سوال سوم، اسجدو، اشکالی داره من وقتی به سجده میرم دستم زیر جامه و عبای من باشه؟ چون فقها فرمودن مستحب به انسان، مثلا اگر یه عبایی به دوشش هست موقع سجده دستش بیرون از عبا باشه. گو آقا من نمیخوام این ادب مستحبی رو عمل کنم، دستم زیر عبا باشه. حضرت فرمودن انشئته، حالا یه دستور مستحبیه، دلت میخواد این کن. گو آقا سوال چهارم دار. حضرت نپسندیدن، ناراحت شدن، فرمودن والله، قسم خورد، فرمود حضرت قسم خوردن، فرمودن والله ما من هذا و شبهه اخاف علیکم، به خدا قسم من نگران این چیزایی نیستم که تو داری هی میپرسی آب و یه نفس بنوشم یا سه نفس بنوشم، ایستاده بنوشم یا نشسته بنوشم، تو نماز دستم زیر عبا باشه روی اینا من نگران اینا نیستم. اونی که اهل بیت نگران بودن گناه در زندگی بود. فرمود ما تقرب الی المتقربون، هیچ کسی به من تقرب پیدا نکرد به مثل الورع عن محارمی. ترک گناه، مستحبات خوبه، انشالله همه موفق باشیم، خیلی خوبه، خیلی تشویق کردن ما رو به انجام مستحبات، ولی اگر دنبال تقرب الالله هستیم، اگر امشب میخواییم به خدا نزدیک بشیم، اولین مهمترین ابزار و وسیله تقرب پروردگار ترک گناهه. گناه تو زندگی ما نباشه، حرام خاری ها نباشه، گناهان شهوانی نباشه، مال حرام نباشه. شبهای قبل عرض کردم نیست اینا تو جامعه ما امروز، تو جامعه ما رباخاری نیست، رشوه خاری نیست، کم فروشی نیست، اینجور گناهانی که انسان به حرام خاری گرفتار میشه نیست. اینا وسیله تقرب، آدم حرام خاری رو بگذاره کنار. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، اون زمان رژیم گذشته یک کسی آمد خدمت ایشون، گفت آقا من آمدم خمس مالمو بدم، خمس مالمو بپردازم. خمس مالشو حساب کرد، یه مبلغ قابل توجهی هم بود اون زمان، قصه شاید مال حدود 50 سال پیشه، یه مبلغ قابل توجهی خمس مالش میشد. گفت آقا من میخوام خمس مالمو بدم خدمت شما، مرجع تقلید من شما هستی. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی از ایشون سوال فرمودن آقا جان شغل شما چیه، چی کاره هستین؟ گفت آقا من قصابم، گوش میفروشم یا توزیع مواد گوشتی. چه گوشتی؟ عزیزان یادشونه در زمان رژیم گذشته گوشت هایی رو می آوردن، می گفتن گوشت یخی، گوشت سرد،
منجمد از بعضی از کشورها، اینا ذبح اسلامی نبود، اون زمان مقید نبودن به این مسائل. فقها مراجع تقلید خب معلومه، اعلان کرده بودن طبق حکم قرآن که مصرف این گوشتی که ذبح اسلامی نشده مصرفش حرامه، خرید و فروشش جایز نیست. این آقا گفته بود شغل من، درآمد من از فروش گوشت ذبح غیر اسلامیه. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی فرموده بودن من دست به این پول نمیزنم. گفته بود آقا من آمدم خمس مالمو بدم، شما خمس مال منو قبول نمی کنید؟ فرموده بود از چه راهی؟ این چه مالیه؟ تو کسبت حرامه، معاملاتت حرامه، چطور میخوای خو؟ ایشون فرموده بود من میخوام پول رو بدم عده‌ای طلبه‌ها کمک هزینه تحصیلیشون باشه، اینا نماز شب بخونن باهاش، وقت با این پول تو اینا میتونن نماز شب بخونن. ما تقرب الی المتقربون، عزیزان من اینا خیلی مهمه. ما ببینید من یه مثال خیلی ساده بزنم، الان همه ما الحمدلله در مستحبات موفقیم. ببینید زیارت امام رضا علیه السلام، الحمدلله ما سفر زیارت خانه خدا، سفر زیارت عتبات عالیات، در سال چند میلیون نفر مشرف میشن عتبات عالیات، الان چند میلیون نفر تو نوبت حج عمره هستن، حج واجب آرزوی همه ماست، سالی 10 میلیون زیارت امام رضا یا بیش از این، همه موفقن برای مستحبات. اما همینایی که تو مستحبات موفقن تو ترک محرمات چطور؟ چند درصد نماز خونهای ما، مشهدیای ما، کربلایای ما، حاجیای ما در برخورد با حرام مراقبت میکنن؟ مال حرام رو ما چقدر مواظبیم؟ کسب حرام رو چقدر سوال میکنیم؟ من بارها گفتم، حالا به هر ترتیب این حرفا گفتنش خوبه، کمک میکنه به اصلاح زندگی ما. گاهی میریم دفتر یه مرجع تقلیدی، دفتر یک روحانی یا عالم وارسته‌ای، دفتر یه امام جمعه‌ای، صبح تا ظهر مینشینیم. باور بفرمایید اگر 100 تا تماس تلفنی با دفتر این مرجع، این عالم، این امام جمعه باشه، 80 درصدش الو آقا ما یه خوابی دیدیم، این تعبیر خواب ما چی میشه؟ 80 درصدش تعبیر خوابه، استخاره است و تعبیر خواب. 20 درصد اگه زنگ بزنن یه مسئله شرعی، به چند نفر زنگ میزنیم آقا ما یه معامله ای داریم، معاملمون صحیحه یا باطله، ما پولمون رو میخوایم تو بانک بگذاریم، این سودی که بانک میده درسته یا نه، پولی به یه کسی دادیم میخوایم یه سودی بگیریم درسته یا نه، اقدام به یه مضاربه کردیم، این مضاربه‌مون در عقود اسلامی شرایط رعایت شده؟ چند درصد مردم سوال میکنن تو معاملاتشون که لقمه حرام نیاد تو زندگیشون؟ آقا سوال، زنگ بزنن آقا نمیدونیم اصلا به ما، به مال ما خمس تعلق میگیره یا نه، زکات به مال ما چند درصد؟ تماس با دفتر علما مراجع برید بپرسید، از 100 تا تماس 80 تاش آقا یه خواب دیدیم برامون تعبیر کنید، استخاره میخوایم بکنیم. به قول یکی از اساتید بزرگوار یه جمله میفرمودن، میفرمودن من تعجب میکنم چقدر مردم نگران خوابشون هستن، مخصوصا بانوان بزرگوار. من با کمال ادب و تواضع عرض میکنم خانمها میدونن بیشتر خانمها گرفتار خواب و نگرانی رؤیاشون هستن، آقایون هم هستن، خانم‌ها بیشتر. این استاد بزرگوار ما میفرمود من تعجب میکنم چقدر مردم نگران خوابشون هستن. بعد ایشون میفرمود ماها که بیداریمون همش دروغه، میخواهید خوابمون راست باشه؟ بیداریم دروغ میگیم، بیداریمون دروغه، وقت رؤیامون رؤیای صادقه باشه؟ همش نگران خوابمون هست. آقا استخاره هر کاری میخوایم، مگه اینقدر تو زندگی استخاره لازمه؟ مگه ائمه اینقدر استخاره؟ یه موارد خاصیه، نه برای هر کاری. 80% تماس ها با دفاتر علما مراجع یا خواب یا استخاره، 20% اگر سوال بکنن آقا این معامله ما صحیحه یا نه، این کسب ما صحیحه یا نه، آقا فلان شغل ما داریم صحیحه یا نه، فلان پول داریم میدیم قرض صحیحه یا نه، مضاربه انجام دادیم، معامله انجام دادیم، حرام خاری ها
تو زندگی بیچاره میکنه انسان رو. امام صادق فرمود والله به خدا قسم ما من هادا و شبهی اخاف علیکم، به خدا من نگران این چیزا نیستم، این مستحبات نیستم. آبو یه نفس بنوشم، سه نفس بنوشم، ایستاده نشسته، دستم زیر عبا، روی عبا، فلان ذکر زیر آسمان باید بگیم یا زیر سقف، من نمیخوام بگم آداب مستحب، نه خیلی خوبه. اما نگرانی اهل بیت علیهم السلام در ترک گناه بود. تو رو خدا امشب در این جوار بارگاه ملکوتی علی ابن مسرزا اگه میخواییم دعاها مستجاب بشه، چقدر ما روایت داریم من اراد ان یستجاب له، اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، فلیطب کسبه ولیخرج عن مظالم الناس، اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، یطب کسبه، کسبشو پاکیزه کنه، کسبش حلال باشه، لقمش حلال باشه، لقمه حلال تو زندگی بیاد. عرض کردم زنگ بزنیم سوال بکنیم از یه عالم دینی، دفتر یه مرجع تقلید، آقا اصلا من نمیدونم خمس به مالم تعلق میگیره یا نه، من درآمدم شاید خیلی ها تعلق مورد تعلق خمس نباشه، مالشون زکات به گردن، اما بپرسیم، دغدغه داشته باشیم، تو مسائل دیگه، مسائل معاملاتمون نگرانی داشته باشیم. این راه اول، ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع. راه دوم فرمود ما تقرب الی عبد احب الی مما افترضت علی، هیچ بنده‌ای به من تقرب پیدا نکرد محبوبتر از انجام واجبات. بخش اول ترک گناه بود، بخش دوم انجام واجبات. عزیزان من به شما عرض بکنم خیلی از این کتاب‌هایی که شما دوست دارید ببینید، من دیدم حالات علما، اولیاء خدا، عارفان بزرگ، فقیهان عارف، باور بفرمایید هر وقت افراد به اینا مراجعه می‌کردن، آقا سیر و سلوک، راه سیر و سلوک چیه، خدا رحمت کند، من مکرر می‌دیدم مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه، جوونا می‌آمدند، دیگران می‌آمدند، آقا سیر و سلوک، ایشون یه جمله رو برای همه تکرار می‌کردن، می‌فرمودن یه رساله عملیه تهیه کنید، رساله رو بخونید، به واجباتتون عمل کنید، محرمات رو ترک کنید، بهترین راه سیر و سلوکه. یه چیز پیچیده ای نیست سیر و سلوک. اگر اولیاء خدا به جای رسیدند، اگر بندگان شایسته خدا به این مقامات رسیدند، این کار پیچیده ای نیست. فکر نکنیم حتما باید یه حرفای پیچیده ای به ما بگن. ایشون به همه می‌فرمودن یه رساله عملیه بردارید، به رساله عملیه عمل کنید. همین مثالی که زدم، فلیوتب کسبه، کسبمون پاکیزه باشه، لقممون حلال باشه، ولی یخرج ان مظالم الناس، حق و ناس به گردنمون نباشه، بهترین راهش همینه. راه پیچیده ای نیست. خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرماش خباز صاحب مفاتی رحمت الله علیه، ایشون آقازاده ای داشتن، حاج میرزعلی آقای محدث زاده، منبر میرفتن در قم، در تهران، شاید عزیزان دیده باشن منبر این مرد بزرگ، مرد بسیار پر حدیث، منبرها بسیار پر حدیث. سال 57 ایشون از دنیا رفتن رحمت الله علیه. یادم ایشون میفرمودن پدر من، یعنی محدث قمی صاحب مفاتی رحمت الله علیه، دعوت شده بودن به یه شهرستانی، حالا من اسم اون شهرستان رو نمیبرم، ایشون فرمودن، من نمیگم اون نام رو، یه شهرستانی برای سخنرانی، شرط کرده بودن با صاحب مجلس که من فقط شب به شب یه منبر میرم، روزا میخوام کتاب بنویسم، چون خیلی کتاب دارن. من امروز در یه جلسه گفتم مرحوم محدث قمی، ما فقط به مفاتیح میشناسیمشون، میدونید این صاحب مفاتیح آشی خباس قمی چند تا کتاب نوشته؟ یکیش مفاتیحه، 110 جلد کتاب نوشته، 110 جلد کتاب. یکی سفینه البهار، 25 سال براش وقت گذاشته. ایشون رفته بود یه شهرستانی، شرط کرده بود من فقط شب یه منبر برم، از منبر بیام برسم به کتابهای خودم، کتاب مخواست بنویسه. یه شب صاحب مجلس خیلی اصرار کرده بود، ایشون رو برده بود یه مهمانی، خیلی اصرار کرده بود و نمیپذیره، به هر ترتیب رفته بودن. الله اکبر. مرحوم محدث قمی میفرمودن اون شبی که من از اون مهمانی برگشتم،
عزیزان من، زارین امام رضا، هر کس هر کجا در این صحنهای نورانی صدای منو میشنه و یه لحظه بیشتر عنایت کنه. فرموده بود اون شب از اون مهمانی که برگشتم، منی که به عمرم نماز شبم قضا نمیشد، مرموج خباس در طول عمرش فرموده بود من از جوانی نماز شب رو ترک نکردم، در طول سال 4 فصل سال، زمستان، تابستان، بهار، 4 فصل بلند می شده ایشون نماز 1 ساعت به اذان صبح نماز شب می خونده. همین مرحوم حاجی میرزعلی آقا، آقازاده شون، می فرمودن گاهی پدر ما نماز شبش وقتی مشغول نماز شب بود، ما بچه ها تو خانه پدر بودیم، هنوز از خانه نرفته بودیم بیرون، ازدواج نکرده بودیم، ما بچه ها با صدای گریه پدرمون تو نماز شب از خواب بیدار می شود. بچه های محدث قمی صاحب مفاتیح می فرمودن اون سالایی که ما تو خانه پدر بودیم، ما با صدای گریه پدر از خواب بیدار می شود تو نماز شبش. می فرمودن یه شب بعد از نماز شب شروع کردن به تلاوت سوره مبارکه یاسین، سوره یاسین رو خوندن. نماز شبشون که تمام شد، مرحوم محدث قمی حاج خباز شروع کردن سوره یاسین، رسیدن به این آیه، آیه 63 سوره مبارکه یاسین. 63 چیه؟ هاذهی جهنم اللتی کنتم، هاذهی جهنم اللتی کنتم توعدون. اونقدر گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، تا اذان صبح دیگه نتونست بقیه سوره رو بخونه، هی تکرار میکرد هاذهی جهنم اللتی کنتم توعدون، هاذهی جهنم اللتی کنتم توعدون. این مردی که از جوانی میفرمود من نماز شبم قضا نشد، اون شب از اون مهمانی تو اون شهر وقتی برگشتم نماز شبم از دست رفت، نماز صبح هم نزدیک بود قضا بشه، دم طلوع آفتاب نماز صبحمو خوندم. و عجیبتر این که تا چهل شب من نتونستم نماز شب بخونم. گاهی بیدارم بودم اما حال نماز شب نداشتم، حال نداشتم، بیدار بودم حال نداشتم. توفیق میخواد، حال میخواد. ندیدید گاهی آدم شب بهش بیخوابی میفته، بعد خواب میشه، بیدار میشه، 2 ساعت تمام از این پهلو به اون پهلو تو رخت خواب میغلطه ولی بلند نمیشه دو رکعت نماز بخونه، حال نداره. فرمود تا 40 شب نماز شبم از دست رفت. با اون صاحب مجلس تماس گرفتم، گفتم کجا بردی ما رو، این چه مهمانی بود که 40 شب نماز شب ما رو از دست دادیم. صاحب مجلس به من گفته بود این آقا تو این شهر معروفه، بهش میگن حاجی بانک بعد از ظهر. گفتم بانک بعد از ظهر دیگه چی چیه؟ گفت یه بانکی صبحا دولتی ها دارن، اینا که تعطیل میشه این آقا تو مغازش تو بازار به مردم قرض ربوی میده، زندگیش از ربا اداره میشه. گفته بود وقت تو منو بردی مهمونی هنچین آدمی؟ اگر از محدث قمی هاش خباز صاحب مفاتی یه قضا بریشون حرام نبود، شبهناک بود، خبر نداشت. اگر یک شب قضای شبهناک از هاش خباز قمی محدث رضوان الله علیه 40 شب نماز شبو بگیره، از ماها چی میگیره؟ چی برا ما باقی میگذاره؟ تو رو خدا دستتونو میبوسم، خاک پای شما توتیای چشم من، به امام رضا راست میگم، افتخار میکنم خاک پای شما زائرین باشم. تو رو خدا بگردیم تو زندگیمون، اگه میخواییم دعا، حال دعا پیدا کنیم، دعا مستجاب بشه، اگه یک گوشه و گناه کنار زندگیمون کسب حرامی داریم، کسبای حرامو کنار بگذاریم. بابا حلالش آدمو به کجا میرسونه که حرامش به کجا برسونه؟ حلالش به کجا میرسه که حرامش به کجا برسه؟ بگذارید باز من یه خاطره بگم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، نام این اولیاء خدا موجب رحمت در مجلسه. در روایت داریم اند ذکر صالحین تنزل الرحمه، وقتی نام اولیاء خدا میاد رحمت نازل میشه. یه کسی آمده بود خدمت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، گفته بود آقا من یه عمری اموالم، درآمدم، تمام پولهام از حرام بوده، تمام حرام، هیچی از حلال نداشتم، حالا پشیمان شدم، توبه کردم، تمام اموال و ثروت و داراییمو
آوردم اینجا، همه رو گذاشته بود خدمت آیت الله عظما بروجردی. گفته بابا هرچی شما مرجع تقلید من هستید، اینا همه خدمت شما، هر کاری باید کرد بسم الله شما انجام بدید. خیلی مرحوم آیت الله عظما بروجردی تحت تأثیر قرار گرفتن. خیلی مهمه، خیلی کار با ارزشیه، شوخی نیست. آدم یه مرتبه از تمام حرام ها بگذره مگه به این آسونیه؟ ماله سخت ازش آدم بگذره. تو همین حرم امام رضا علیه السلام یه روز من یادم یه عزیزی آمد به من گفت من بحث خمس رو مطرح کردم. بعد از مجلس یه آقای اومد گفت آقا من از رزمندگان دوران دفاع مقدسم. خودش میگفت، میگو من 8 سال تو جبهه جانم در طبق اخلاص بود، از رزمندگان دفاع مقدسم، ولی تعجبم جنگ تمام شده افتادم تو کسب و کار و تجارت و مال فراوانی دارم. میگو وقت من خودم متحیرم چطور من در دوران دفاع مقدس حاضر بودم از جانم بگذرم ولی الان از مال حاضر نیستم بگذرم. میگو من موندم متحیر. معمولا آدم مالش رو فدای جانش میکنه که جانش بمانه. میگم من 8 سال دفاع مقدس جانم، 8 سال جنگیدم از جانم گذاشتم، ولی الان میبینم از مال نمیتونم بگذارم، مال حرام میاد سراغم نمیتونم بگذارم. شوخی نیست، خیلی سخت آزمونه. در روایت داریم خداوند سنگین ترین ابتلا و آزمونی که برای بندگانش قرار داده آزمون مالیه. عزیزان تا صبح بخوا برات نماز مستحبی بخونم، تا فردا برات دعا میخونم، تا فردا برات زیارت مستحبی، اینا کار سخت نیست. اینا شیطان وسوسه، شیطان تو اینا ما رو وسوسه نمی کنه. تو ترک حرام فرمود ان اشد ما افترض الله، شدیدترین آزمونی که خدا برای بندگانش قرار داده آزمون مالیه. طرف میگه من از جانم گذشتم اما از مال حرام نمیتونم بگذارم. آمده بود خدمت آیت الله عظما بروجردی، گفته بابا من بعد از این همه حرام خوری حالا متوجه شدم، تمام اموالمو آوردم خدمت شما. خیلی مرحوم آیت الله عظما بروجردی تحت تأثیر قرار گرفته بودن. کار شوخی نی، آسان نیست، خیلی سخته، خیلی سخت آدم از حرام جدا بشه. مرحوم آیت الله عظما بروجردی دست کرده بودن جیب مبارکشون، یه پولی به ایشون داده بودن. گفته بابا این پولو چیکارش کنم؟ فرموده بود مگه تو نمیگی تمام اموالت از حرامه؟ مگه نمیگی یه عمری همه اموالم از حرامه؟ گفته بود چرا آقا؟ خب آوردم خدمت شما دیگه. فرموده بود نه، این لباس تنت هم از حرامه دیگه، این لباس تنت هم از حرامه، این پولو بگیر برو بازار، با این پول من بهت هدیه دادم، یه دست لباس حلال بخر بپوش، لباس حرامات هم بیار بگذار اینجا، این لباسا تنت هم بیار بذار اینجا رو این پولای حرام بده. میتونی من چی کاری بکنی؟ اون وقتی که دعا مستجاب میشه فلیوتب کسبه ولی یخرج ان مظالم الناس، فرمود میخوای دعا مستجاب بشه از مظالم الناس، از حق الناس بیا بیرون. عرضم تمام. میخواستم راههای دیگر، دو تا راه رو گفتم از وسائل تقرب به پروردگار، که امشب شب تقرب و تو این دعاها همش تقرب میخواییم، اللهم اینی اتقرب و الیک به ذکرک، ولی بیش از این تصحیح نکنم. خدایا به حق آقا علی ابن موسر رضا به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما.